الان دانش داروسازها و قدرتشون در مانیتور مسائل خیلی بالاتر هست و طبیعتا آمار بهتریه. ولی در همون خیلی قدیم ها هم که مثلا قبل از سال 2000 بوده، یعنی بیش از 20 سال پیش، داروسازها توی مطالعه نشون دادن که وقتی که میان و اینترونشن انجام میدن تونستن تا 66% عوارض دارویی رو یا بقایای مرتبط با دارو که ناخواسته هستش، حالا حداقل پتانسیلش رو کاهش بدن. و یادمون نره که این همون مطالعه‌ای که نشون داد که به ازای هر یه بیمار در یک روز در ICU نزدیک به 2 تا خطا رخ میده. پس خیلی کار میشه کرد، خیلی در واقع ما میتونیم مؤثر باشیم و میتونه خیلی در واقع این بر ما یه جورایی محل قدرت و شرایطی ایجاد بکنه که علاقه من تر بشیم. چون من معتقدم که هرچی ما قوی تر ظاهر میشیم، هرچی ما در واقع یه جورایی مفیدتر هستیم توی محل کارمون. اینو من تقریبا تو همه صحبتام که دارم با به خصوص جوان ترها میکنم، و اون اینکه ما علاقمون به کار بیشتر وقتی میشه دیپرشن کاریمون کمتر هستش. اینکه خیلی آمون میگیم اصلا چه فایده، کی فهمید، چی شد، اینا همه حرفای جانبیه. هممون تو ته دلمون آرزومونه که بتونیم مفید باشیم، بتونیم موثر باشیم، بتونیم یه کاری بکنیم، و اونجاست که حتی که خیلی کوچیک باشه ولی ما هر روز بتونیم یه کاری انجام بدیم، همون جاییه که اصلا شادابتر میریم. کار خوب این هستش که به ما انرژی بده. کاری که از ما انرژی میگیره باید تغییر کنه، و این تغییر معنیش این نیست که حتما محل کارمون باید عوض شه یا رئیسمون باید عوض شه، بلکه ما باید عوض بشیم و شرایط طوری بکنیم که حالا به جای اینکه انرژی، ممکنه جسمی خسته بشیم ولی زمانی که شما روحی انرژی بگیرین، اون وقت اون کار یعنی کار درست، یعنی شما دارید مسیر رو درست میرید. و هر چقدر اون وقت طولانی کار کنید، باز چون انرژی گرفتین لذت میبرید و اذیت نمیشین. به نظرم یه کوچولو صدای من یه جایی قطع شد چون تصویر مونده بود. به صورت خب برگردیم به بحثمون. یه سری توصیه هایی ASHP بر داروساز میکنه، میگه آقا شما درگیر دراگ مانیتورینگ بشین، بفهمید بهترین در واقع جایگزین دارویی چیه، کدوم درمان مناسب تری هستش، کدوم راه تجویز راه بهتری هستش، کجا شما دوپلیکیشن میبینید. دوپلیکیشن، حالا مثلا فرض کنید زمانی که شما با فارمسی تکنیشن سر کار دارید، میگه که فقط وقتی که دیدی یه دارو از یه کلاسه اون یکی هم همون کلاسه میشه دوپلیکیشن، ولی در مورد یه داروساز یا کلینیکال فارمسیز این بحث به مراتب عمیق‌تره. ما خیلی وقتا هستش که دو تا دارو رو مخصوصا با هم میدیم، هر دوشون هم ممکنه کار مشابه یا نزدیک به هم بکنن. مثلا شما آسپرین کلوپیدوگرل کارهای خیلی نزدیک به هم میکنن، ولی با هم دیگه میگین دوال تراپی میکنه، اصلا جزء اساس درمان بعد از MI میتونه تا 6 ماه تا یه سال مطرح باشه. بنابراین دوپلیکیشن فقط معنیش به این نیست که دو تا تراپی یکسان یا از یک کلاس دارویی ما دادیم، بلکه یه کمی بایستی در این زمینه دانشمون قوی تر بشه تا بتونیم تشخیص بدیم آیا این دوپلیکیشن یا نه. دوپلیکیشن به اون معنای دوپلیکیشن اتفاق بیفته یعنی که ما باید مانع بشیم. مثل چی؟ مثل اینکه بیمار رفته الان پیش این دکتر که امتوران معرفی کرده، یه سری دارو گرفته برای یه دردی، حالا از پیش اون در واقع رفته پیش پزشک خودش که قبلا میرفته و همون داروها یا داروهای مشابهی داده شده و حالا هر دو رو با هم داره میخوره. اونجا میتونه دوپلیکیشن اتفاق بیفته و کاملا هم برای ما قابله، یعنی اگه ما توی داروخانه هستیم و بیمار برای هر دو تا داروش داره مراجعه میکنه و حواسمون هست، یا اینکه یه سیستم ثبت و ضبط داریم که به ما نشون بده که این بیمار چه داروی قبلا گرفته و در حال مصرف چی هست، میتونیم مانع این دوپلیکیشن بشه. و دوپلیکیشن واقعا مورد مهمی هست و اتفاقی هستش که خیلی به کرات میخوره. همون جایی هستش که وقتی اون کیسه رو توی بیمارستان گفتم میذارن جلو ما که ما باید کیسه‌ش هم عوض نکردن، یعنی انقدر
کیسه های کثیف و کیسه هایی که سال اصلا کنارش نمیدونم یه آش ماست هم خوردن رو نمیدونم یه سس سالادی هم ریخته اون وسط میدن دستمون که اصلا رغبت نمیکنه توش به کند و کاف و اکتشاف بپردازه. تازه خود اون داروها هم که یکیش تاریخ گذشته است، یکیش نصفه است، یکیش نمیدونم اصلا خورد شده زیر دست و پا، همه اینا قاطی پاتیه. اونا رو واقعا دوپلیکیشن پیدا کردن مشکله. برای همین بهترین روش اینه که کاش بشه یه جایی ثبت بشه و ما بتونیم همه رو در کنار هم پیدا کنیم و مانعش بشه. خیلی مهم هستش که در جریان داروهای روز قرار بگیرید، مخصوصا در واقع داروهایی که توی محل کار خودتون عرضه میکنید حتما همشون رو بشناسین. موردایی بوده که مثلا قطره چشمی تازه اومده بوده توی یه داروخانه و داروساز همت این که خودش بررسی کنه نداشته و از تکنسیان پرسیده و اون دارو دارویی بوده که بر مورد دیگه ای بوده و اشتباه مصرف شده و بیمار بیناییش تا حد زیادی دچار اختلال شد. مثالش رو من اگه خوب یادم بیاد یه دارویی بود که از نظر نگارش خیلی شبیه به تریفلوریدین بودش که اشتباهاً به جاش یه داروی دیگه تروسوپت و تریفلوریدین این دوتا با هم اشتباه شده و بیمار دوچاره، یعنی بیماری که هرپس داشت براش داروی دیگه یه داده بودن و در این هرپس پیشرفت کرده بود و بیناییش رو دوچاره اختلال کرده بود، فقط به خاطر اینکه داروساز اون رو بررسی نکرده و دارویی که داشت تو محل کارش رو خودش میداد و نسخهش رو دریافت میکرد رو خوب بررسی نکرده بود و متوجه این اشتباهش اصلا اولین بار بود که اون دارو رو میداد، راجبش خوب نخونده بود. حتما خوبه که ما ارتباطمون رو با پرستار، پزشک، حالا اگر پزشک هستیم با داروساز، پرستار، با این زنجیره ما باید ارتباطمون رو خوب بکنیم. این به نفع بیماره، به نفع خودمونه. مچگیری ها رو بذاریم کنار. اگر قراره که ما چیزی رو پیدا بکنیم باید بلد باشیم قشنگ بگیم بدون اینکه کسی رو سرکوب کنیم یا اینکه در واقع بخوایم زایش کنیم. اینا کارهای آدمای خیلی در واقع نابخرد و کار بسیار غیر قابل قبولیه. یک فردی که میخواد رفتار پروفشنال داشته باشه باید بدونه چجوری با پزشک و با پرستار و با داروساز تو این زنجیره خلاصه ارتباط برقرار کنه و حرف بزنه و همش هم هدف این باید باشه که ما به بیمار میخوایم کمک بکنیم، قصد تخریب نداریم، قصد مشکلی نداریم و اون وقته که این سیستم میتونه خوب بچرخه. و هیچ وقت هم فکر نکن که مثلا من باید حتما اگر که نمیتونم این نسخه رو بخونم به زورم که شده بخونم و یه چیزی بالاخره توش در بیارم که آبروم نره. آبروی افراد به این چیزا نیستش. ما همیشه باید در جایی که توانمندی رو نشون میده ظاهر بشیم، نه در جایی که حالا فقط یه سری تجربیاتی که به خیلی هم در واقع تجربه مهمی نیستش، این که مثلا نسخه دکتر فلانی رو ما میتونیم خوب بخونیم، این خیلی اهمیتی نداره. ما باید در واقع کاری بکنیم که اون کالچر و فرهنگ اونجا عوض بشه و خود دکتر فلانی اصلا طوری بنویسه که همه بتونن بهتر بفهمن. و این شدنیه، این شدنیه. این که بهتون میگم شعار نیست، همه کارهایی هستش که شخصا توش موفق شدم و میدونم که قابل انجامه. دیگه شماها که انرژی و دانشتون و در واقع همتتون از من الان دیگه مطمئنن به مراتب بالاتر و بالاتر. خب یکی دیگه در واقع از یه سری دیگه از توصیه هایی که ASHP کرده برای ممانعت از خطاهای دارویی این هستش که واقعا سعی کنیم حتی موقعی که داریم دارویی رو تهیه میکنیم، آماده سازی میکنیم برای اینکه به بیمار داده بشه، حالا چه میخواد آماده سازی یک سسپنشن مثلا اورال سسپنشن باشه، مثلا اموکسیسیلین بچه ها، حالا ایران در واقع ما میدیم به خود مادر توضیح میدیم که چی کار بکنه، ولی در امریکا شما زمانی که تو داروخانه هستین بایستی اون اورال سسپنشن رو آماده بکنین و باید صبر کنید حتما بیمار یا همراه بیمار اومده باشه داروخانه. با اینکه خیلی از اینا سیستمای کامپیوتری هست و دارو نسخه زودتر میرسه، ولی این تنها موردی که شما ریکانستیتیوشن رو باید زمانی انجام بدین که بیمار اومده برای پیکاپ داروش.
اون موقع بایستی تازه محلول اضافه بکنید و شروع روش بزنید که بیاند یوز دیتش، یا اینکه مثلا حالا از زمان ریکانستیتوشن مثلا 2 هفته میتونه نگهداری کنه، در چه دمایی چه جوری، اینا رو همه رو باید وقتی بیمار تو اونجا حاضره انجام بدیم. و این خود این مراحل باید در یک فضای تمیز در یک مراتب مشخصی انجام بشه. مثلا همین که میگم کی باید انجام بشه، خودشون اوردرلینسه، یعنی کی باید انجام بشه، چه جوری انجام بشه. هر پروسیجر رو باید در یک آن انجام، چند تا کار رو با هم نکنید، مثلا یا آب بر ندارید، نمیدونم سر همه رو بریزید، نمیدونم یا همزمان لیبل هم این بغلش بخواین با دستون بنویسین با اونور دارین آب میریزین. این کارا باید هر کدومش در یک زمان انجام شه که خطا و با یه توالی خیلی مشخص. حتما باید دارو رو دوزش و لیبلش و پکیجش و تعدادش و دستورش رو چک بکنید، دابل چک بکنید، تریپل چک بکنید تا بعد به دست مریض بدین. چک کردن متعدد ضرورت داره. و خیلی وقتا ممکن هستش که شما بتونید یک شرایطی ایجاد بکنید که یونیت دوز بدید. معنی یونیت دوز هم این هستش که مثلا دارو فقط برای مصرف هر وعده باشه. کار سختی هم نیستش. الان مثلا من تو هم آزمایشگاهی که درس میدم یه چیزایی برای اینکه تمرین بکنیم، مثلا ما میایم از این M&M میخریم، از این چی میگیم بهش اسمارتیز مثلا میگیریم، که اینا مثلا دونه دونه توی یک بلیستر هایی میذارن، بعد روش رو دونه دونه اون بلیستر ها رو همیشه پرینت کرد، همیشه تایپ کرد، پرینت گرفت همیشه که چی؟ با دست نوشت رو با چسب، یعنی در واقع خودشون چسب دارن که زد، و به صورت یونیت دوز مثلا قرص رو آماده کرد، یا کاپ هایی هستش که برای شربت یونیت دوز میکنه، و اینا همه قابل انجام هستش. کارهای مختلفی میشه انجام داد که باز خطا رو کم بکنه. مثلا ما پیل کانتر داریم، خیلی هم سیستم ساده ای داره، یا اینکه تری یعنی سینیایی هستش که همزمان یه مثلا چیزایی هم هست به صورت شمارش دارو ازش استفاده بکنیم. کسی که تو داروخانه کار میکنن شاید این روش رو بدارن که بهترین روش شمارش دارو این هست، اولا که دست نباید بخوره، اون تری یا سینی که باش میشموریم حتما باید تمیز بشه بین هر بار شمارش، و ما استک آف 5 باید بشماریم. بهترین روش این هستش، یعنی چشممون عادت کنه که با اون چیزی که شبیه مثلا یه کارد که قرصا رو جدا میکنه، نه اینکه کارد تیز، یه چیزی که مثلا فرض کنید، نمیدونم تو این تصویر معلومه، یعنی یه همچین چیزی استفاده میکنیم و بعد اینا رو 5 تا 5 تا میزنیم کنار که وارد یک جایی میشه، بعد اون درش بسته میشه، بعد میریزیم. یعنی حتی تری یا اون سینی شمارش دارو هم انواع داره که بتونه خیلی خطا رو کم بکنه. از جمله دیگر خطا این که ما دستمون رو بخوره از رو زمین برداریم جمع بکنیم، چیزایی که هممون شاهدش بودیم. به خصوص من یادم موقعی که من دانشجو بودم و کارآموزی میرفتم، میدیدم قشنگ وقتی میفته جمع میکنن و روز همین دوباره به مریض میدن. هرچی هم ما میگفتیم که این چه کاریه که شما میکنید، در واقع به ما میخندیدن و میگفتن چی بلد نیستین و تا حالا نبودین تو داروخانه، همین جوریه داروخانه. نه که اینطور نیستش واقعا، اینا همه اشکالات سیستم هستش. باید روش هایی برای مانیتور سیستم های ریپورتینگ هم که حتما میدونید، و اگه نمیدونید شاید یکی از مهمترین هاش که از طریق FDA هم کار میکنه مدواش هستش. من فکر میکنم تو این کووید ما خیلی آگاه شدیم، مثلا همین VAERS، حالا بعضی بهش میگن وایرز، مال وکسین هستش که خیلی معروف هستش، و به هر حال هر جایی سیستم های خوش داره. ما کشور خودمون هم سیستم های گزارش دهی داریم برای میکیشن ارور و همینطور عوارض دارویی که بایستی شناسایی بشه، و من حتما میدونم که در طول این ورکشاپ براتون صحبت شده یا میشه. ریپورت فکر نکنیم که من یه نفر بکنم فایده نداره. چرا؟ مثلا همین موردی که الان شما میبینید راجع به پتاسیم بوده که دیدن خیلی وقتا موارد مرگی به خاطر اشتباهی بوده که رقیق سازی انجام نمیشده، اصلا کلا اومدن کپش رو عوض کردن به خاطر اون ریپورتی که شده، کپ مشکی رنگ مشخصی گذاشت.
سر این پتاسیم ها که باعث بشه که اینا یادآوری بکنی که اینا بایستی حتما دایلوت بشن و رقیق سازی بشن که مانع مرگ و میرهای متعدد بشه. خب تو این اسلاید در واقع نکته اصلیش این هست که ما باید بدونیم که بعضی از ارورها واقعا اهمیت ریپورتینگ سریعش بسیار بسیار بیشتر هستش، به خصوص توسط دراگ کمپانیا. یعنی خود در واقع کمپانی دارویی بایستی یه جوری پرچم داره این مدیکیشن ارورایی باشه که میتونه به شدت خطرناک باشه، منجر به مرگ بشه، منجر به یه شرایط تهدید کننده حیات بشه، منجر به بستری بشه، منجر به یک ناتوانی یا اختلالی بشه و حتی منجر به نارسایی جنینی و در واقع اختلالاتی که در تولد اتفاق میفته و آنومالی های مختلف. اینا خیلی اهمیت دارن و نمیشه که بگیم حالا ببینیم بکنیم ریپورت نکنیم، کی بکنیم، چقدر مهمه، به کی بگیم. اینا خیلی سریع باید انجام بشه تا اگه موردی هست سریع اصلاح بشه که منجر به خطای مشابه بعدی نشه. اینا چیزایی هستش که میتونه زندگی ها رو دگرگون بکنه. خب حالا شاید مثلا ما بخوایم اینجا بگیم که مثلا کمپانی دارویی چه کمکایی میتونن بکنن که مانع مدیکیشن رو بشن. یکی از اینایی هستش که لیبلاشون رو ریوایز کنن اگر شباهت داره به یه چیزی، یا اگر خودش یه کانفیوژن ایجاد میکنه، سردرگمی ایجاد میکنه، لیبلاشون رو عوض کنن. از اون مهمتر که ما اکثرا میبینیم که وجود نداره این لیفلت داروی. ما خیلی وقتا اصلا دارو میاد توی داروخانه یه باکس بزرگه و نگاه میکنیم میبینیم هیچ بروشوری لیفلتی همراهش نیست. خود اون میتونه ما باعث خطا بشه وقتی آدم ندونه چجوری استفاده کرد. حتی ما که داروساز هستیم واقعا نیاز داریم گاهی وقتی یه نگاهی بکنیم به اون بروشور. پکیجینگ ها خیلی مهم هستش، دیزاین دارو خیلی چیزه. من میبینم اسمم که انتخاب میشه، اسمای برندی که برای داروهای انتخاب میشه، گاهی وقتا بسیار اسامی در واقع چجوری بگم، مثلا خیلی انگار فکر نشده است، همینجوری یه چیزی گفتن و یکی هم خوشش اومده از اسم آهنگش، ولی دیگه فکر نکردن که این شبیه یه چیز دیگه است یا نوشتن شبیه یه چیز دیگه است. یا حتی تو رنگ پکیج یه رنگ میزنن برای همه داروهاشون با یه فونت یه شکمی، میتونه اشتباه بشه تو داروخانه که بره. خود بیمارم گفتم بهتون میتونه خیلی خوب مانع بسیاری از این خطاها باشه و خوبه که خوب آموزش بدیم، لیست تهیه بکنیم براشون و این لیست رو اینا به تدریج بتونن یادشون بیاد و بتونن در واقع اطلاعات خوبی راجبش داشته باشن که خودشون به عنوان فردی که دارو داره استفاده میکنه نقش مهمی در کنترل و پیشگیری از این خطاهای دارویی داشته باشن. بله اینا رو راجبش صحبت کردیم. عرضم به خدمتون که باز از مواردی هستش که باید بیمار آموزش ببینن، اینکه واقعا باید بهشون بگیم که اگه یه دردی شما دارین، این درد لزوما شبیه درد همسایه بغلیتون اگه به نظر میاد که شبیه، لزوما داروی مشابه نداره، برای اینکه واقعا هر کسی و بایستی یک متخصص اون امر ببینه و نظر بده و داروش رو تجویز ببخشید تجویز بکنه، برای اینکه واقعا این فرهنگ هم توی مردم ما هست. من خیلی وقتا توی مهمونی هستم که حالا حداقل از بقیه نسبت به دارو بیشتر مطلع هستم، ولی زمانی که صحبت یه دارو میشه همه حرف میزنن به جز من. مثلا من یه گوشه دارم شاممو میخورم، هیچ حرفی نمیزنم، جو دارم گوش میدم به صحبت های دارویی افراد غیر متخصص که دارم همه چی اطلاعات کامل دارن، نه اینو بخور نه اونو بخور، من اینو خوردم خوب شدم، نه اینو کمتر بخوری بعد روش اون یکی رو بخوری درست میشه. خلاصه ما به هر حال این فرهنگ و این در واقع موضوع رو بایستی به تدریج روش کار بکنیم و تغییر بدیم. خب اسلاید بعدی داره میگه که رو چه چیزایی ما بایستی واقعا بررسی بکنیم، سرچ بکنیم، دابل چک بکنیم. یکیش دوز مثلا مناسب هستش، یا اینکه اگه مثلا خیلی از داروهایی که نوشته میشه برای بچه ها اصلا لیبل یوز نیست، آن لیبله مثلا، یعنی تصویب شده نیستش،
یا حتی برای افراد مسن ما باید یه دقت مضاعفی داشته باشیم. کسی که مشکل کلیه داره، مشکل بیماری های مزمن دیگه ای داره، این ممکن استش که داروها نیاز به یک تنظیمات و یا حتی تغییراتی داشته باشن، که اینا یه مقداری خب بحثای تخصصی تر است و شاید کلینیکال فارماسیست ها بهتر میتونن منیجش بکنن. به هر حال مهمه، ریپورت کردن مهمه. اینکه سوال کنیم ای بابا، این که به هر حال خطایی که نرسید به مریض که داشت اتفاق میافتاد ما فهمیدیم جلوش گرفتیم، دیگه ریپورتمون چیه؟ این غلطه. حتی اونجایی که یک خطایی نزدیک بوده یا پتانسیلش بوده، باز ریپورت کردن بسیار رفون رو براتون بذارم، اونم در مورد در واقع همین خطاها هستش و راجب یک کیس ریپورت هستش که حالا اینو فراموش کنم، ولی این هم که الان دارین میبینید یک کیس ریپورت هست که ما یه مریضی داشتیم که نورال استفاده میکرد، کلیهش خراب شده بود و دکتر گفت به جای اینکه حالا در واقع من کپسول ما کپسول شما میگرفتیم بگیرم، بیایم بهش اورال سولوشن بدیم. اورال سولوشن رو دادن و نمیدونم یه اشتباهی توی خوندن اتفاق افتاد که پرستار دوز 100 برابر به بیمار داد، که خوشبختانه چون فوری استفراغ ایندیوس کردن، یعنی امسیس اینداکشن کردن، بیمار نجات پیدا کرد و مشکلی هم پیدا نکرد، ولی به هر حال این خطایی بود که ما گزارشش کردیم. این یکی مقاله که توی استرالیا چاپ شد و در خدمت دکتر شفقی، مرحوم دکتر شفقی عزیز این کار رو انجام دادیم که کار خیلی قشنگی هم بود و بسیار هم سایتشن بالایی شد. سال 2007 چاپ کردیم، جز اولین مقالاتی بود که تو پریپریشن ادمنستریشن واقعا حرفی زدیم و میگم سایتشن خیلی بالایی داره این مقاله. یعنی اومدیم توی بیمارستان نگاه کردیم ببینیم که واقعا توی این مراحل preparation administration چه خطاهایی اتفاق میفته و کجا محلی هستش که بیشترین خطا رو داریم و واقعا موارد خیلی عجیب و جالبی پیدا کردیم. باز یکی دیگه از کارهایی که انجام دادیم transcription error بود، یعنی وقتی که مثلا از این چارت منتقل میکردن به کاردکس، از کاردکس مثلا فرض کنید یه موقع نسخه میفشن که مریض از بیرون تهیه کنه، تمام این ترانسکریپشن ها ممکن بود که توش یه اشتباهی رخ بده. یه داستان جالبم برای اختتام این بحث براتون بگم و اون مدیکیشن رو نیست، ولی شاید شنیده باشین که باز اون سالهایی که من ایران بودم یه بار یک بچه متولد میشه در یه خانواده که خیلی سال بوده که بچه میخواستن و متاسفانه موفق نشده بودن بچه داشته باشن، و این بچه رو وقتی که تحویل میدن به پدر میگن خب مبارک باشه پسره. حالا چه اتفاقی افتاده بوده؟ پرستار اولی اشتباه کرده نوشته پسر، پرستار دومی دیگه چک نکرده نوشته پسر، همینجور همه چک نکرده نوشتن پسر، در حالی که نوزاد متولد شده دختر بوده و این اشتباه باعث میشه که اصلا یه بیمارستان به هم ریخت و کلی از صدا و سیما اومدن و فیلم برده کردن. پدر و مادر بچه اصلا حاضر نبودن که بچه رو ببرن خونه، و حالا با این فرهنگی هم که تو بعضی از مثلا حالا طبقات اجتماعی خاص ما میبینیم حتی چیز نبودن، یعنی در واقع چون دختر بود بیشتر مقاومت میکردن متاسفانه. ولی به هر صورت این یک جور خطای ترانسکریپشن هست که من خواستم دیگه تو ذهنتون بمونه که ترانسکریپشن ارور میتونه فقط تو اون نوشتن باشه. یکی دیگه از مقالاتی هم که باز همون سالا من چاپ کردم با دوستان روی اینفیوژن پامپ ها بود، که ما اومدیم نگاه کردیم ببینیم وقتی که پامپ های انفوزیون رو توش دارو پر میکنن، ریتش رو تنظیم میکنن و بعد حالا ستاپ که آماده شد به بیمار تزریق میکنن چه خطاهایی میتونه اتفاق بیفته، که اینم مقاله جالبی شد و ما با یه تعداد کمی شروع کردیم، ولی واقعا به نظر می اومد که جای کار زیاد براش وجود داشته باشه. خب من صحبتم اینجا تموم میکنم، اگه سوالی باشه در خدمتون هستم و اگه سرعتم یه مقدار تند بود منو باید ببخشید، اگر که
به حال بتونم به بخش سوالایی که ممکنه داشته باشین پاسخ بدم، خیلی خوشحال میشم. ممنون از شما که با صبر و حوصله گوش دادین. مرسی از شما، مرسی از پیام‌های با محبتتون. خیلی ممنون خانم دکتر، خیلی خیلی زحمت کشیدین، لطف کردین که وقت گذاشتین و مثل همیشه استفاده کردیم از توضیحات عالیتون. شما که من بعضی وقتا خجالت میکشم خانم اختیار دکتر دارین. صحبت میکنم، برای اینکه اختیار همین دارین. بحثا رو دیگه خودتون استادش هستین، همینقدر در واقع تکرار شده بر اختیار صدای دارین. یک نواخت من که بعد من ببخشم. نه اصلا اینطور نیست، هم بیان شیواتون خیلی برامون ارزش مده، هم اطلاعاتتون، و من خودم هر دفعه نکته جدید یاد میگیرم. خیلی همیشه به من محبت. خواهش میکنم، خیلی خیلی ممنون، سپاسگزار از زحماتتون. انشالله که بازم در برنامه های آینده بتون خدمتتون باشیم. باعث افتخارمه. این تنها شما... که در واقع من ارتباط با همکارای عزیزم رو همچنان حفظ کردم و از ممنون. شما ممنونم که باعث این ارتباط میشین. خواهش و این واقعا از اون چیزاییه که نگفتن برام اصلا خیلی سخته. برای همین شما لطف در هر دارید. حالتی ممنون. که باشه با کمال میل دوست دارم که بپذیرم دعوت با محبتتون و خدمتتون باشم. خیلی متشکرم. سوالی نیست که در واقع من از حضورتون مرخص بشم، اگر سوالی هست که پاسخ بدم. بسیار خوب، خیلی متشکر. مرسی خانم دکتر، متشکر از این نیست، باز هم یک دنیا ممنونیم از لطفتون. خداحافظ همگی، خدا نگهدارتون. متشکرم، خدا نگهدارتون. خداحافظ. خب دوستان عزیز، قبل از اینکه برنامه رو بخوایم ادامه بدیم، اگر که موافق باشید یه بریک داشته باشیم تا بعد بریم روی مبحث بعدمون. الان ساعت 10 و ساعت من نمیدونم چرا ساعت کامپیوتر با ساعت موبایلم یکی نیست، چند دقیقه فرق داره که برداشت باید آره اتوماتیک باشه. 10:40 دارین شما خانم دکتر؟ خب 20 دقیقه به 11 است. تا 11 خوبه؟ موافقین؟ خب پس تا 11 یه بریک داشته باشیم، 11 برمیگردیم. الان دکتر احدی میگه آها، خب دکترم تایید کرد، گفتم آ دکتر الان میگین کمه. طبق تجربه های یک دو جلسه که میفرمودین که